سلام، تو این ویدیو همه قطعاتی که من توی شبیه ساز استفاده میکنم رو مورد بررسی قرار میدیم. دوستان قبل از شروع هوم کاک بیت تورمون من یک سری توضیحات رو خدمتتون بگم. هرچند میگن توضیح نشانه ضعفه، ولی این رو هم نگم برام دردسر میشه. پارسال که همچین ویدیوی مشابهی رو آپلود کردم، خیلی از دوستان استقبال کردن، خیلی‌ها دوست داشتن، خیلی‌ها در مورد قطعات سوال کردن که برای خودشون هم تهیه بکنن، اما خیلی از دوستان حرفای خیلی ناشایستی رو میزدن. دوستان ببینید، این کار فخر فروشی نیست، این کار پوز دادن نیست، این که بگم من فلان قطعاتو دارم، فلان تجهیزاتو دارم به این منظور که میخوام فخر بفروشم یا این که بگم من فلان چیز رو دارم نیست. این یک رسمه بین همه گیمرها، همه گیمرها بلا استثنا، از کسی که فقط با یه دونه لپتاپ معمولی داره بازی میکنه تا کسی که قوی ترین سیستم رو داره، میان هوم تور میذارن از قطعاتی که توی حالا اون رشته خودشون استفاده میکنن. و این کاملا یک چیزیه که رواج پیدا کرده بین گیمرها و همینطور بین کسایی که هوم کاکپیت دارن، چه کسی که با یه دونه لپتاپ یه دونه فلایت استیک داره پرواز میکنه، چه کسی که یه دونه هواپیمای کامل توی خونه‌اش شبیه سازی کرده با حالا سخت افزارهای مختلف. هر کی برای خودش میاد یک روم تور میذاره و برای خیلی ها، به خصوص برای خودم که میشینم هوم کاکپیت تور خیلی از یوتیوبرها رو نگاه میکنم و لذت میبرم، اینها چیزایی هستن که بین گیمرها جا افتادن. لطفاً این رو درک کنید دوستانی که شاید بگن این چه معنایی داره که بیاد نشون بدید. این یک چیزیه که مرسوم شده، یک چیزیه که جا افتاده بین همه گیمرها که میان قطعاتشون رو به دیگران هم معرفی میکنن. شاید یکی از اون قطعات یه ایده ای گرفت، تونست قطعات خودش رو آپگرید بکنه و خیلی هم هستن لذت میبرن از دیدن روم های دیگران. خب سرتون رو درد نمیارم، زیاد صحبت کردم، بریم برای بررسی قطعات. دوستان از اونجایی که اینجا استدیوی موسیقی هست، خیلی از قطعات و سخت افزار مربوط به موسیقی هستن و زیاد کمکی به من توی شبیه ساز نمی‌کنن. پس برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه، من الکی اونها رو معرفی نمی‌کنم، فقط چیزهایی که واقعا توی شبیه ساز برای من تأثیر دارن. از قلب این مجموعه شروع می‌کنیم که سی پی یو کورای 9 7940X، اگر اشتباه نکرده باشم 14 یا 16 هسته‌ای هستش، 128 گیگ رم 3200 هرتز و در نهایت خدای این کیس کارت گرافیک RTX 3090 با 24 گیگ حافظه اختصاصی که اگر رنکینگ ها رو نگاه کرده باشید تاپ ترین کارت گرافیک برای گیمینگ هست. توجه کنید، برای گیمینگ، نه برای هوش مصنوعی و رندر و خیلی چیزهای دیگه. سی پی یو هم جز 20 سی پی یو برتر دنیاست. تعداد کره کمی داره اما فرکانس پایه بالایی رو داره، به همین دلیل جز رنگ های خوب بین سی پی یو ها هستش. مونیتوری که بنده استفاده میکنم برند سامسونگ هست، 34 اینچ هست با تراکم پیکسلی 1440x3440. پایه اصلیش رو برداشتم و مونیتور رو به یکی از این پایه های هیدرولیکی وصل کردم که جابجا کردن مونیتور برام راحت تر باشه و بتونم پا اونجایی که دلم میخواد مونیتور رو نزدیک بیارم و برای خودم ست کنم که تجربه پروازی بهتری برام باشه. یه دونه لپتاپ هم کنار خودم گذاشتم که فلایت پلان و چارت‌های پروازی رو با استفاده از این لپتاپ مشاهده می‌کنم. البته اصولیش اینه که یه دونه تبلت داشته باشین، اما خب من اینجا از لپتاپ استفاده کردم. خب دیگه قطعات متفرقه بس، بریم سراغ قطعات شبیه‌ساز پروازمون. یوکی که بنده استفاده می‌کنم برند لاجیتک هست که یوک و تراتر رو با هم دیگه ارائه میدن توی یک کارتون. یوک بسیار فوق‌العاده‌ای هست، خیلی قابل برنامه‌ریزی، دکمه‌های زیادی داره، حساسیت به نسبت خوبی داره و نسبت قیمت به کیفیتش هم خیلی به نسبت یوک های دیگه بهتر هست. فقط دو تا ایراد میشه از این یوک گرفت. اول اینکه یک مقدار دد زون داره، زمانی که شما میخواید به این طرف و اون طرف یوک رو بچرخونید، اون چند میلیمتر حرکت اولش رو نمیتونه شناسایی بکنه. خیلی جزئی هست اما کاش این ایراد رو نداشت و از حساسیت بالاتری برخوردار بود. ایراد دوم هم زاویه چرخش این یوک هست. توی دنیای واقعی یوک از حالت معمولی میتونه 90 درجه به چپ و 90 درجه به راست چرخش داشته باشه، اما این یوک اینطوری نیست و یک مقدار کمتر هست و ای کاش که 90 درجه چرخش رو کامل داشت. حالا نمیدونم، واقعا چیز سختیه یک مقدار چرخش بیشتر براش میذاشتن، واقعا دلیل این کار رو نمیتونم بفهمم. یکم روی یوک شخصی سازی انجام دادم، یک ساعت و تایمری وسط یوک قرار گرفته که یک نور سبزی داره و چون من میخواستم چکلیست رو جلوش بذارم، اون نور سبز از چکلیست عبور میکرد، به همین خاطر یه دوتا چسب برق سیاه زدم روش. بعدش با استفاده از یک چوب بستنی که حالا اون رو با ماجیک سیا
سیاه کردم و یک گیره کاغذ و یک چسب دو طرفه خیلی ضعیف که هر موقع خواستم بتونم اون رو بکنم. یک هولدر درست کردم برای چک لیست و از یه دونه USB اکستندر هم استفاده کردم تا بتونم از این چراغ و USB ها رو بهش وصل بکنم و یک نوری رو برای خودم درست بکنم برای پروازهای شب. درباره تراتر لاجیتک هم میشه گفت حساسیت بسیار بالایی داره، اما خب جنس ساختش خیلی ضعیف‌تر به نسبت یوک هست، اما خب هزینه بسیار بسیار پایینی داره حتی اگر بخواید به صورت جدا تهیه بکنید. 3 تا اهرم داره که هر کدوم یک حالت ریورس مانندی هم دارن، یعنی اگر اهرم رو یک مقدار فشار بدید که یک مرحله پایین تر بیاد یک حالت هولد براش فعال میشه که هر قابلیت رو میتونید براش ست کنید. من اهرم سمت چپ و سمت راست رو به ترتیب برای سپویلرها و برای فلپ تنظیم کردم و اهرم وسط رو هم برای تراتل و ریورس. 6 تا دکمه قابل برنامه ریزی هم داره که من اینجا یک سری شخصی سازی بازم انجام دادم. این نوشته هایی هم که میبینید با استفاده از یک کاغذ آچهار چسبدار هست، یک کاغذ خیلی باریک قابلیت چاپ توی پرینترها رو داره و به این صورت برای خودم شخصی سازیش کردم. این قسمت بالایی هولدر تراتر رو هم یه دونه کیبورد نامپد یا کیپد هم بهش میگن قرار دادم و یک سری شخصی سازی هم روی این انجام دادم. به طور مثال ویو های مختلف رو روش ست کردم، فلش لایت، گراوند هندلینگ، پوش بک، مپ و خیلی چیزهای دیگه. البته مدت زیادی است که این بخش اسم رو عوض نکردم، یک مقدار یک سری هاشون کنده شدن. برای پدال هم از رودر پدال لاجیتک استفاده کردم، رودر پدالی با حساسیت فوق العاده بالا و شخصی سازی های متعددی که داره میتونه کارتون رو خیلی راحت بکنه. به طور مثال طول پدال ها رو میتونید افزایش یا کاهش بدید بر اساس اندازه پاتون و همینطور میزان قدرتی که لازم هست شما به این پدال ها وارد کنید رو میتونید با این چیزی که وسط پدال قرار داره کم و زیاد بکنید. به علاوه حساسیت فوق العاده ای که به نسبت پدال های دیگه داره، ترمز ها هم براش تعبیه شده و هر کدوم هم حساسیت جداگونه خودش رو داره و بسیار بسیار عالی هستش. روی سطحی مثل موکت و قالی خیلی راحت فیکس میشه، اما برای اینجا که به طور مثال موزاییک هستش، خودش توی جعبه یک سری چسبای دو طرفه قرار داده که خیلی راحت به زیر پدال وصل میشن و به زمین متصلش میکنه و با یک فشار خیلی کم میتونید پدال رو جدا بکنید. اون باکس سفید رنگی هم که میبینید یه دونه داکت هست، برای پوشوندن کابل خود پدال استفاده کردم. در نهایت میرسیم به 3 تا از معروفترین پنل های شرکت لاجیتک: سویچ پنل، رادیو پنل و مولتی پنل. این پنل ها محبوبیت خیلی زیادی رو بین کسایی که شبیه ساز استفاده میکنن دارن. پنل هایی با متریال خیلی عالی و قابلیت برنامه ریزی به شدت بالا. برای کسایی که آشنایی کلی با این پنل ها ندارن یک سری توضیحات رو بدم و بعد بگم که هر کدوم رو چجوری برای خودم شخصی سازی کردم. از سویچ پنل شروع میکنیم که یه دونه اهرم برای لندینگ گیر ها داره، 3 تا چراغ داره که معمولا توی هواپیمایی که خب اصولا 3 تا چرخ دارن داره که وضعیت رو نشون میده، 13 تا کلید با قابلیت آن و آف، یعنی 0 و 1 توی برنامه نویسیشون خیلی کارا میشه باهاشون کرد، و یه دونه گردونه داره که شبیه به ایگنیشن سسنا درست شده که حالت آف داره، لفت، رایت، بوست و استارت. اما خب اینجا برای خودم تغییر دادم که بعد از این توضیحات بهتون میگم هر کدوم چی شدن. رادیو پنل هم که از اسمش پیداست، تنظیمات مربوط به رادیو هست که به صورت دیفالت روی خود پنل قرار داره. تنظیمات رادیوها، نفها، دی ام ای، ای دی اف و خیلی تنظیمات دیگه رو میشه با این تغییر داد. حتی به طور مثال میتونید ترانسپاندرتون رو هم اینجا ست بکنید. ولی خب باز میگم خیلی شخصی سازی های بالتری رو باش انجام دادم که براتون توضیح خواهم داد. و در نهایت هم بالترین و میشه گفت قابل برنامه ریزی ترین پنل لاجیتک که مولتی پنل هستش. اینجا یه قسمت برای تنظیم ورتیکال سپید داریم، یه قسمت برای بالا پایین کردن فلپ ها، توی حالت دیفالت این برای فلپ هستش، و یه دونه دکمه که برای اوتو تراتل طراحی شده، و این ور هم که کامل مربوط میشه به تنظیمات اوتو پایلت هم. که در اصل این پنل ها بیشتر بر مبنای سسنا ساخته شدن، ولی خب حالا شروع کنیم ببینیم چه شخصی سازی هایی انجام شده و شاید اگر شما هم همچین پنل هایی داشتید بتونید یک سری ایده از اینها بگیرید.
اول از هر چیزی اینجا هم یه دونه USB extender و یکی از این چراغ‌قوه های USB دار گذاشتم که بتونه یه روشنایی به این پنل ها بده. و از اونجایی که این پایه‌ای که من استفاده می‌کردم در اصل پایه آمپلیفایر هست که حالا توی کنسرت و عروسی و خیلی جای دیگه استفاده می‌کنن، از اونجایی که ارتفاعش زیاد بود و من نمی‌خواستم اون میله رو ببرم، یه دونه باکس آهنی هم اندازه پنل ها درست کردم و زیر پنل قرار دادم. خوبه، یه جایی هم درست شده برای یک سری وسایل کوچیک حالا مربوط به شبیه‌ساز هستن. ببینید دوستان، من این برچسب‌هایی که زدم روی خود پنل اصلی بر اساس بوینگ 737-800 درست کردم و یک راه حلی پیدا کردم که بتونم برای تایپ‌های مختلف دیگه هم این پنل‌ها رو برنامه‌ریزی بکنم و اونم این هست که یک سری طرح‌ها رو درست کردم که بشه اون برنامه‌ریزی‌های جدایی که حالا درست کردین رو روی اون بنویسید، اون رو روی یک کاغذ با کیفیت مثل کاغذ عکس که قطر زیادی هم داره چاپ بکنید و بتونید روی پنل ها بذارید. به این صورت که مثلا اگر زمانی من خواستم با تایپ ایرباز پرواز برم، کافیه که اینها رو روی پنل ها بذارم و تمام. الان من میتونم به صورت کامل یک پنل برنامه‌ریزی شده دیگه داشته باشم. هرچند پروفایل پنل ها رو یه برنامه‌ای به اسم اسپدنکس کنترل میکنه که حالا دوستانی که خواستن بیشتر در موردش اطلاع پیدا کنن میتونن به من پیام بدن. از سویچ پنل شروع میکنیم. لندینگ گیر که همون کار بالا پایین کردن لندینگ گیر رو داره، ولی از اونجایی که 737-800 لندینگ گیرهاش به صورتی هست که زمانی که اون رو آپ میکنید، بعد از اینکه همه چرخ‌ها کامل بسته شدن، باید اون رو به مود آف بیارید. این رو جوری برنامه‌ریزی کردم زمانی که هر سه تا چرخ کامل درهاشون بسته شد، بعد از چند ثانیه خودش بیارتش روی مود آف. بعدش میریم برای سویچ ها. از بالا سمت راست شروع میکنم. اولی انجین سلکتور هست. زمانی که اون رو روشن میکنم، انجین سلکتور ها در هر حالتی باشن میرن روی حالت کنتینیو و زمانی که اون رو خاموش میکنم برمیگردن روی حالت اوتو. کلید بعدی آنتی آیس ها هست که زمانی که اون رو روشن میکنم هر سه تا آنتی آیس انجین ها و وینگ رو روشن میکنه و زمانی که خاموش بکنم اون هم خاموش میکنه. کلید بعدی پراب هیت ها هست یا همون پیتوت هیت که عمل خاموش روشن کردن اونها رو انجام میده. سه تا کلید بعدی اگر از سمت چپ نگاه کنیم، اولی برای سویچ ای پی یو هست. زمانی که اون رو روشن میکنی 3 ثانیه روی مود استارت سعی میکنه سویچ ای پی یو رو نگه داره و بعد اون رو ول بکنه که ای پی یو کامل روشن بشه. دومی هم جنراتورهای ای پی یو هست و سومی هم بلید ایر ای پی یو هستش که وظیفه خاموش و روشن کردنش رو داره. حالا کلیدهای پایین و از سمت راست شروع میکنیم. اولی وینگ لایت هست، دومی آنتی کلیشن لایت، سومی پوزیشن لایت هست که اگر بیاریمش پایین میره روی حالت استدی و اگر ببریمش بالا میره روی حالت استروب ان استدی. ستای بعدی هم تاکسی لایت، رانوی لایت و لندینگ لایت ها هستش. و آخرین کلید رو هم اختصاص دادم به ساین های هواپیما که شامل نو اسموکینگ و سیت بل هست که اونها رو روی حالت اتو میذاره و اگر خاموش بکنیم اونها رو هم خاموش میکنه. در نهایت هم این گردونه رو برای اتو بریک شبیه سازی کردم که مود آف، مود آر تی او، از اونجایی که تعداد کم بود مود شماره 1 رو من نتونستم اینجا قرار بدم و از مود 2 شروع میشه، بعدش مود 3 و در نهایت هم مود مکس. بریم برای رادیو پنل. اگر توجه بکنید، چهار تا حالت اول که کامی 1-2 و 91-2 هست رو من هیچ تغییری ندادم، اما به جای DME و ADF اونها رو به ADF 1 و در پایین به ADF 2 اختصاص دادم، برای اینکه بتونم اون دوتای آخری رو برای خودم شبیه سازی بکنم توی هر قسمت. برای قسمت بالایی، اولی N1 هست که مقدار N1 انجین رو بهمون نشون میده و در پنل پایینی اولی N2 هست که خب مقدار N2 انجین رو بهمون نشون میده که بیشتر هم کاربرد داره. زمانی که میخواید انجین رو روشن بکنید، میتونید به جای اینکه به فلایت اینسترومنت ها نگاه کنید، چیزی که حالا جلو دستتون هست رو نگاه کنید بهتره تا اینکه توی مانیتور نگاه کنید. و اما آخرین مود هر کدوم، برای ردیف بالایی بارومتر بر حسب اینچ و دمای هوا رو بهمون نشون میده که بارومتر رو میتونید خیلی راحت با این کلیدها تغییر بدید. و همچنین توی این مود این دکمه رو برای ترین رادارها ست کردم. زمانی که اگر یک بار اون رو فشار بدید میبینید که ترین رادارها فعال میشن و اگر دوباره فشار بدید ترین رادارها خاموش میشن. و همینطور اگر این دکمه رو نگه دارید میبینید که اعداد بارومتر نمیمونه و همه تبدیل به خط. این تنها راهی بود که نشون بدم روی مود استاندارد رفته، چون نمیشه اینجا حروف رو برنامه نویسی کرد براش. اما خب این به این معنی هست که بارومتر هواپیمون روی مود استاندارده و اگر یک بار دیگه دستمون رو روش نگه داریم به مدت یک ثانیه، میبینیم که به حالت عادی برمیگرده. برای قسمت پایینی هم به همین صورت هست، اما خب یک سری تفاوت ها داره. اولی بارومتر اما بر حسب HPA هست و مانیتور دومش به ترانسپوندر اختصاص داده شده. با این کلید خیلی راحت میتونید بین دیجیت های ترانسپوندر جابجا بشید و مقادیر اون رو تغییر بدید.
در نهایت هم میرسیم به مولتی پنل، قسمت ابتدایی که در حالت استاندارد برای تریم هست. من اون رو به ورتیکال اسپید تغییر دادم و کاربرد اصلی اون الان مانند گردونه ورتیکال اسپیدی هست که توی قسمت اتوپایلوت قرار داره. کلید اتوتراتر رو هم همون قابلیت خودش گذاشتم که آف و آرم هست. همون کاربرد فلپ ها رو تغییر دادم و به درجه چرخش هواپیما و فلایت دایرکتور اون رو تبدیل کردم. حالا به چه صورت؟ زمانی که به صورت عادی بالا و پایین میکنید، درجه چرخش اتوپایلوت هواپیما رو کم یا زیاد میکنه، همونی که دقیقاً روی هدینگ قرار داره. و اما اگر بیشتر از یک ثانیه اون رو بالا یا پایین نگه دارید، فلایت دایرکتورها رو روشن یا خاموش میکنه. توی قسمت نمایشگر هم از 6 تا مودی که داشت، از اونجایی که ورتیکال اسپید رو اضافه کردم، یکی از مودها رو کامل حذف کردم و الان توی یکی از پیج‌ها میشه آلتیتود رو انتخاب کرد و همینطور مقدار ورتیکال اسپید رو، توی یکی از پیج ها میشه سرعت هواپیما رو انتخاب کرد، توی پیج بعدی هدینگ هواپیما و در پیج آخر که مربوط به کورس ها هست جوری برنامه نویسیش رو تعیین کردم که اول بیاد دوتا کورس های هواپیما رو، چون خیلی وقتا پیش میاد که با همدیگه فرق میکنن و هواپیما به صورت رندوم تغییرشون میده، اول میاد دوتا کورس ها رو یکی میکنه و مقدارشون رو کم و زیاد میکنه. دکمه هایی هم که این قسمت میبینید همگی از لحاظ لایت قابل برنامه ریزی هستن. همونجور که میبینید اولی رو برای CMD A ست کردم که همون اتوپایلوت مستر اتوپایلوت هست به اصطلاح، که زمانی که اون رو روشن میکنیم میبینید که چراغ اون هم روشن میشه، به معنای این که اتوپایلوت ما روشن هست و اگر بیشتر از یک ثانیه روی اون دستتون رو نگه دارید دیسینگیجش میکنه. کلیدهای بعدی هم به همین صورت، VNAV، LNAV، حالت سپید سلکت، بعد حالت هدینگ، حالت ورتیکال سپید که باز هم اگر یک ثانیه این رو نگه دارید به حالت altitude hold تغییر میکنه و حالت لوکالایزر و اپروچ رو هم داریم. نور این کلیدها به صورت مستقیم با شبکه‌ساز در ارتباط هست، یعنی زمانی که اتوپایلوت روشن هست و خیلی از چراغای این کلیدها روشنه، زمانی که یک رو تکون بدید و اتوپایلوت خاموش بشه، این چراغ‌ها هم به صورت اتوماتیک خاموش میشن. در این حد میشه این پنل‌ها رو برنامه‌ریزی کرد. اون دستگاهی هم که قول دادم آخر ویدیو بهتون توضیح بدم، دستگاه UPS هستش. دوستان متخصص شبکه معمولا با این واژه آشنا هستن، اونایی که کار نگهداری از سرور روم و نگهداری از تجهیزات مهم 24 ساعته میکنن با این واژه آشنا هستن. دستگاه UPS رو به برق وصل میکنید و بقیه دستگاه‌های الکترونیکیتون رو به UPS. حالا این UPS چه فوایدی داره؟ فواید UPS زیاد هست، از جمله ثابت نگه داشتن ولتاژ. به طور مثال ببینید ولتاژ خروجی برق کشور ما 220 ولت هست، اما بعضی وقتا پیش میاد افت ولتاژ پیدا میکنه. UPS نمیذاره که اون ولتاژ کاهش پیدا بکنه و در همون 220 ولت رو نگه میداره. حتی اگر ولتاژ بیشتر بشه باز هم UPS کاری میکنه که 220 ولت ثابت خروج پیدا بکنه از دستگاه و ولتاژ بیشتر یا کمتر از 220 ولت وارد هیچ دستگاه برقیتون نشه. یکی دیگه از فوایدش هم ضد سائقه بودنه، یعنی زمانی که ولتاژ خیلی خیلی بالایی وارد سیستم برق خونه میشه، UPS نمیذاره وارد دستگاه هایی که به اون وصل شدن بشه. اما اساسی ترین کاری که UPS برای ما انجام میده، این مدلی که من دارم باتری اینترنال هست، یعنی داخل خودش یک سری باتری داره و خب بسته به توان مصرفی دستگاه هاتون مقدار اون باتری فرق میکنه. برای من 2 کاوا هست که یک یونیت، یک واحد برای UPS ها هستش و به این مدل میگم مدل آنلاین. حالا چرا آنلاین؟ ربطی به اینترنت و اینا نداره. آنلاین به این معنا هست UPS کاربرد اصلیش اینه که زمانی که برق رفت سریع برق باتری ها رو خروجی بده به دستگاهی که بهش وصله. و این کلمه آنلاین یعنی این که بدون وقفه، یعنی در جا که برق قطع شد برق باتری ها سریع وارد دستگاه میشه و نمیذاره هیچ دستگاهی خاموش بشه، حالا تا چند دقیقه یا تا چند ساعت، بستگی داره ظرفیت باتری UPS تون چقدر باشه. و خب این خیلی به ماهایی که شبیه‌ساز کار میکنیم امکان داره چند ساعت مشغول شبیه‌ساز باشیم و یه دفعه برق ساختمون بره و خب سیستم خاموش میشه، کل فایل های بازی ریسیت میشن و دوباره میرن از اول استارت بشن و خب این خیلی آزاردهنده است. اما خب زمانی که UPS داشته باشید، به طور مثال این UPSی که من دارم کامپیوترم رو بین 1 تا 3 ساعت روشن نگه میداره. دیگه بستگی داره چه دستگاهایی رو بخوام باهاش روشن نگه دارم.